با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، بفرمایید خانم. سلام آقای دکتر، خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت میکنم و از وقتی که به من میدین. منم خوشحالم عزیز. ممنون. منم مثل خانم قبلی راجب مشکلات زناشویی باهاتون تماس گرفتم و اینکه من دو تا خواهر بزرگتر از خودم دارم و من فرزند آخر خانواده هستم و شوهرم هم تک فرزند هستش. ما 15 ساله که با هم ازدواج کردیم و حاصل این ازدواج یه پسر 11 ساله هستش. الان ده ماهی شوهر... هر دو چند سالتون عزیز؟ من 41 سالم هستش و شوهرم 40 سالشونه. بله خب. و ما خب از اول زندگی مشکلات زیادی رو داشتیم که حالا از این مشکلات تونستیم یه جوری بگذاریم، ولی الان 10 ماهه که شوهر من از خونه رفته بیرون و توی این 10 ماه هم فقط تنها حرفی که میزنه میگه که ما بعد از هم جدا بشیم، ما به هم نمیخوریم و من دیگه این زندگی رو نمیخوام. و تو این 10 ماه ما پیش دوتا روانشناس مختلف رفتیم و ایشون هی میریم پیش روانشناس میگن که اوکی ما روی این مسئله مشکل کار میکنیم، ولی بعدش که از روانشناس میان بیرون دوباره همون حرف خودشون رو میزنن و ایشون بسیار عصبی هستن و یک ضرب منو دارن تهدید میکنن که بچه رو ازت میگیرم اگه با من راه نیای، یا اینکه به خانواده من خیلی توهین میکنن و ایشون هم متاسفانه یه حالتای خودشیفتگی رو دارن. و من الان خیلی این 10 ماه همش سعی کردم که این خودجان چرا سعی میکنی؟ نصب کنین عزیزم، صبر. چون من بفرمین هر دو چی خونده چه میکنی؟ ایشون که درس نخوندن، فقط در سطح دیپلومن، ولی خب بیزنسمنن و بیزنسشون هم بسیار موفق هستن. تو چه کاری هستن؟ تو چه کاری هستن؟ اگر که اشکال نگیره نگید خب. بله. و خود شما چی؟ من هم توی کار زیبایی بودم و الانم دوباره برگشتم درس میخونم، برای نرسینگ دارم اپلای میکنم. قولی به من بفرمایید، اگر یه مردی عصبانی است و خودشیفته است و میخواد بره، شما کوشش میکنید برای چی نگرش دارید؟ به خاطر اینکه آقای دکتر من احساس میکنم که اگه بخوام واقعی با شما آنست باشم، من از نظر احساسی هنوز به ایشون وابستگی دارم و اینکه بخوام این رابطه رو ترک کنم بسیار نه آخه چرا وابستگی داری؟ ببینید عزیز، من چون یه چیزیست که نمیشه اندازه گرفت، دلایل غالبا یه چیز دیگه است. یعنی وقتی شما من میفرمایید یه مردی خودشیفته است و عصبانی است و منو نمیخواد و رفته و حرف از جدایی و طلاق میزنه و به خانواده من توهین میکنه و همه این حرفای خودتون زدید. بله. بعد بگید من هنوز بهش دارم. ممکنه بفرمایید یعنی از نظر احساسی به ایشون علاقه من یعنی. نه، شما کسی هستید که نمیخوام بگم عیب و ایرادی داره، میخواید ازدواجتون به هم نخوره، اون براتون سخت و سنگینه، بعدم به دلیل تهدیداشون احساس میکنید اوضاع بدتر میشه، ولی احتمالاً اگر ویژگی روانیشون همونه که گفتن، جایی برای نگرانی برای بچه نیست. احتمالاً نه اینکه طلاقتون آسیب به فرزندتون نمیزنه، میزنه، ولی اگر زندگی بدی دارید اونن میتونه حتی بیشتر بزنه. بعدم ایشون بچه رو برای چی بخواد نگه داره؟ برای خودش باری ببره و درد سر درست کنه، مگر اینکه شما به جنگش برید و اون موقع او هم بخواد از همه امکاناتی که داره علیه شما استفاده کنه. ولی واقعا میخوام ببینم، غیر از اگر این بار احساسی که من نمیدونم از کجا میاد، بعد از 15 سال زندگی هنوز به شما به ایشون علاقه مندی؟ به چه چیزی ایشون علاقه مندی؟ اخلاق خوشش؟ همین سوالو میونه کنم. نه نکنید، نه واقعا اون دروغ عزیز، ببخشید اینقدر تون میگم. شما دلایل دیگری دارید، چون مسئله واقع بینانه گفتم من هیچ عیب و ایرادی در کوشش شما برای حل مسائل زندگی و نگه داشتن اتفاق بسیار هم قابل ستایشه، ولی بی خودی بازی در نمیاره که من بهش علاقه من، برای که اینه که از خودتون دور بایم آزاد می هست. آقای دکتر از نظر شما این خیلی چیزا، یک ندونستن، نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی.
شما فکر کنید من در سن 40-41 سالگی، حالا که دیگه نه ازدواجی هست نه حرفی هست، مخصوصا با توجه به شرایط و وضعیتی که هست گرفتار میشم. حالا به من بگید اگر درآمد شما 100 تومانه، درآمد ایشون چقدره؟ درآمد ایشون اگه مال من 100 تومن باشه، مال ایشون 5000 دلاره. 5000 تومن هرچ. خب معلومه میخواید شما، برای اینکه زندگیتون یه دفعه یک دهم میشه. اینو من میاره به سوال بعدی از من از شما که دارم. ایشون به من میگن که شما اگر که با من بیاین پیش یه پرلیگال، و ایشون حاضر نیست که پیش وکیل برن، به خاطر اینکه زندگی ما الان خیلی توش چیزهایی هست که ما با پیش پرلیگال رفتن، من با هر کی که صحبت میکنم میگن اصلا این کار عاقلانه نیست. نه نه، کجا شما از کجا تلفن میکنی اصلا؟ من از اورنج کاونتی هستم. چه مدتی از امریکا هستی؟ من از سال 96 امریکا هستم. ایشون چه مدتی از امریکا هست؟ ایشون هم از سال فکر میکنم 2000 یا 2001 اومدن امریکا. خب شما تو امریکا هم هستی؟ قصه وکیل و پارالیگال و اینا نمیدونم چه معنایی داره و چه تفاوتی داره. خب من الان بهتون آخه نه اصلا عزیزم، نه اینا رو میدونم عزیزم، ولی شما اصلا برید پلو هر کسی، اصلا برید پلو پدر بزرگتون، شما بعدا پیشنهاداتشون برید خودتون جدا با یه وکیل در میون میگذارید، ببینید با توجه به قوانین حق و حقوق شما همینه یا نیست. یعنی چه اهمیتی داره پلو کی میریم؟ یعنی من نمیدونم چرا شما بازی سر هم در آوردید. حالا بس. فکر میکنید مزایای پارالیگالی که ایشون پیشنهاد میکنن در مقام مقایسه با وکیل در چیه؟ به خاطر اینکه ایشون به من میگن که وکیل پول زیادی میگیره، ولی ما اگه بریم پیش پارالیگال و توافق کنیم این هیچکی ضرر نمیکنه، ولی ایشون آقای دکتر به من کلک زیاد میزنن و الان به من آفری دادن که واقعا این آفر اصلا فیر نیستش. آفری نه متوجه، نه نه سب کنین، نه سب کنین عزیز. اولا همونطور که عرض کردم اصلا معنایی نداره، آدم هم پرو وکیل و پارالیگال هم ندارن، گفتم میتونم برم پرو همسایهشون. پس اون مسئله شما نیست که ایشون میگه خب هرچون میخوای بریم بریم، بعدم شما هرچی که گرفتید که قرار نیست، حتی درستش هم اینه که با یه وکیلی جدا درباره صحبت کنید. خب حالا بذارید باز مسئله رو با هم حل کنیم. ببینید از این من اشکالم با شما، اینقدرم سریع با شما برخورد کردم همین بود. شما برن از این قصه که من چون دوستش دارم میخوام بمونم بیاد بیرون، چون کار دستتون میده. اینو میخواید به ایشون بگید که دلش خوش باشه بگید، ولی واقعیت نداری. من آقای دکتر میونه کلامتون، من هزاران بار به ایشون این حرف رو زدم، من دوست دارم میخوام زندگیمون رو حفظ کنم، ما بچه داریم. ایشون به من برمیگره با تندی میگه که من تو رو نمیخوام و تو داری منو به زور نگه میداره. من ده ماه به تو گفتم. بنابراین بحث تموم شده. بنابراین بحث تموم شده. بنابراین شما گفتم ببینید شما وارد یک گفتگویی میشید که با وجود اثباتش یا ردش یا قبولش یا نفیش فرقی در ماجرا نمیکنه. یا نمیخواد بره. اصلا تموم شد. به اصلا دلایل دیگری داره. خب حالا پس اول شما ببینید کمی بیاد واقع بین باشید، اول بپذیرید که قصه این که دوستش دارم یا ندارم اهمیتی در این ماجرا نداره. دوم تنها چیزی که میمونه دو تا نکته است. یکی از نظر مالی شما و فرزندتون چگونه در چه شرایط و وضعیتی هستید و ایشون چه پیشنهادی داره، و یا احتمالاً با توجه به 15 سال زندگیتون چه پیشنهادی به خاطر اینکه از 10 سال گذشته در مورد تقسیم اموال، حالا با هر درصدی یا مساوی چی میگه، و دوم حضانت و کاستدی بچه است که با توجه به فرزند تک بودن. حالا راجع به هر کدامش دلتون میخواد اگر از مسئله اینکه طلاق بگیرم نگیرم بیرون آمدید میتونید توضیح بدید، برای هر جور دلتون میخواد گفتگو ادامه بفرمایید. بله بله ببخشید، من منتهای اینه که من میخوام همه چی به قول معروف خیلی فیر تموم بشه، ولی نه نه. اینو نمیخوان. نه آخه عزیز من صبر کنید قربونت، صبر کنید. من ببینید عزیز، شما دو تا بحث رو با هم اشتباه نگیرید. یه چیزی که فیر باشه یعنی منصفانه باشه، بله، یا جست باشه عادلانه موضوعه، این که قانون چی میگه یه چیز دیگه هست. شما بر اساس صبر کنید،
خیلی از اوقات آنچه که قانون میگه ظلمه. و شما وقتی به من میگید میخوام فیر باشه، من با کمال میل بعد از پیام ها حاضرم واسه صحبت کنم که فیر شما چیه. ولی اگر فیر شما قانونه، اونو باید ثابت کنیم که این دوتا یکی هن و به شما میخورن. چون اینجا یه مسئله جدیه و اون این هست که ما آمدیم فرض رو بر این گرفتیم که یه چیزیست به اسم عدالت و انصاف، بعد آمدیم گفتیم قوانینی وضع میکنیم که تعیین کننده عدالت و انصاف. لطفاً برای یکی دو دقیقه موضوع خودتون رو بذارید کنار. یه زن و شوهری وارد زندگی میشن، مساوی نمیان، مساوی زندگی نمیکنن. ای بسا یکی امتیازات و برتریایی داره یا به خاطر یکی دیگه عالمه رنج میکشه و زحمت میکشه. حالا که آمدن، یکی قانونه که میگه چی کار کنی، یکی اون فیر بودنه که موضوع رو یه جور دیگه مطرح میکنه. بنابراین اینکه شما بگید فیر مساوی قانون یا جست مساوی قانون رو میفهمم، اونو متوجه هستم، ولی باید ببینیم که پیشنهاد ایشون چیه، پیشنهاد شما چیه و واقعا تا به حال چگونه زندگی کردی. چون روزی که ما مساوی ازدواج میکنیم، مساوی زندگی میکنیم، جدا هم که میشیم مساوی جدا میشیم. ولی اگر من مساوی ازدواج نکردم، مساوی زندگی نکردم، حالا در وقت جدایی یه دفعه یادم افتاد به تساوی، میفهمم قانونی هست ولی آیا عادلانه و منصفانه هست، اونو میشه بحث کرد. بنابراین هر جور شما دلتون میخواد، اگر مایلید ما پیام ها رو میشنویم، برمیگردیم به من بگید پیشنهاد ایشون چیه در کلیتش و پیشنهاد و نظر شما کدامه، ببینیم میشه از توش چیزی در آورد یا نه. ولی با این فرض که یک، موضوع دوستش دارم ندارم نقشی نداره، نمیگم ندارید، نقشی نداره. دوم، میخوایم جدا بشیم، توافقی که کلن در مجموع آسیب نبینیم، خودمونم با مسائل و مشکلاتی روبرو نشیم، یه روزی هم قصد برگشت داشتیم پلهای پشت سر خودمون رو خراب نکرده باشیم. بریم با این فرض. بله آقای دکتر، من میخوام صادقانه برای شما اینو توضیح بدم که بتونم بهترین کمک رو از شما بگیرم. اولا اینکه میخواستم بگم من واقعا اخلاق خودم جوری نیست که بخوام تو مسائل مالی خورد بشم، ولی میدونم که این زندگیمه و اگر من از ایشون جدا بشم با داشتن پسر 11 ساله بالاخره من باید بتونم پای خودم وای، یعنی بتونم از پس خودم بر بیام. حالا بهتون میگم آفری که ایشون داره به من میده. اولا که ایشون یه بیزنس داره که درآمدش خیلی خوب هست، خونه‌ای که الان توش زندگی میکنیم و ما 3 سال مووینگ کردیم، یه خونه دیگه ایشون دارن که تو ایرواین هست، یه خونه دیگه هستش که توی کوروده کازا هستش و همه اینها. خب حالا بیاد بذارید من چون نمیخوام هم درگیر مسائل یکمی خصوصی بشم، بیاد فرض رو بر این بگیریم که کل دارایی شما همتون روی هم 100 دلاره. ایشون چقدرشو میخوان از نظر دارایی به شما بدن؟ بعد فرض رو بر این میگیریم که درآمد ایشون در ماه 10 دلاره، چقدرشو اونجا میخوان به شما بدن؟ ولی قبل از اون بحث بچه‌تون هم مطرحه، ولی اول به من بفرمایید، فرض کنید کل درآمد شما، یعنی اگر فرض کنید خونتون 1,400,000 دلار روش وام دارید، این خونه 600,000 دلار میارزه. بنابراین 1,000,000 نمیتونید بگید، 600 تا میگید. یه خونه دیگه هم همینطور. و فرض اول بگیریم که برای من یه ایده‌ای بگیرم، دارایی شما، اون asset شما 100 دلاره. ایشون چقدر چه میخوان به شما بدن؟ مشکل همینجاست آقای دکتر، ایشون به من میگن که تو توی این زندگی هیچ کاری نکردی. من بحث ندارم. نه صبر کنید. نه ببینید، وارد بحث ایشون من نمیخوام بشم. بله. برای که حرف ایشون الان همین تیکای اولی که گفتید مطلقا نظر حقوقی قانونی در امریکا اصلا معنی نداره. ببینید عزیز، یک کسی آمده با یک کسی 15 سال زندگی کرد، این یکی 150 میلیون ساخته، اون یکی تازه 50 میلیونش رو خراب کرده، 100 میلیون باقی مونده، بعد از 15 سال به هیچ کس به این کاری نداره
که تمام 150 رو تو در آوردی، 50 تاش هم اون خراب کرد. جدا که میشیم قاعده چیز دیگری، هیچ به این که کی موجب درآمد بوده، کی موجب هزینه بوده، هیچی کاری ندارم. برابری شما لطف کنید سوالای منو جواب بدید تا خدمتتون عرض کنم کجایید. فرض بر این است که کل دارایی شما 100 دلاره، ایشون چقدرش میخواد به شما بده؟ ایشون هیچی آقای دکتر، میگن که من خب. نه باز رفتی سراغ استدلال ایشون. من اصلا استدلالشون رو نمیخوام، میخواستم فقط من... آفتری که ایشون به من دادن. خب همون منم دارم منم از شما این همه سه دفعه خواهش کردم ادب به من بدید. شما 100 دلار داراییتونه، ایشون میگه چقدرش رو من به تو میدم در وقت ایشون جدا. میگن در نهایت من 37% یه کاندوی که هستش اونو فقط. نه باز رفتید اونجا، نه فایده نداره عزیز من. من که قیمت عزیزم، من که بقیه رو نمیدونم، من که نمیدونم کاندومه چقدر ارزش داره. مثلا حرفم این نیست، شما عدد به من بدید. یعنی اینقدر ساده من دارم به شما میگم کل دارایی شما صبر کنید، کل دارایی شما 100 دلاره، ایشون میخوان به شما 2 دلارشو بدن، 7 دلارشو بدن، 37 دلارشو بدن، چقدرشو میخوان بدن؟ شما که اعداد رو میدونید، این میدونید. خب برای همین چون هیچ عددی ایشون به من نمیگن، فقط میگن خب من تو رو سپورت میکنم. نه نه صبر کنید ببینید، از پس بنابراین شما نمیتونید بحث کنید. بله. یه نفر بیاد برای من بگه من از این آقا طلبکارم، میگم 100 دلار، 500 دلار، 5000 دلار، میگه نمیدونه. خب دیگه بحث نداریم ما. بله. خب شما اول باید نه خیلی خب بنابراین اولین کاری که شما میکنید این است که شما که میدونید ایشون بیزینسشون به کنار، درآمدشون به کنار، ایشون یه دارایی داره 100,000 دلار تو این ملک، 300 تا تو اون یکی، 700 تا تو اون، اینو جمع کنید به من بگید ما روی هم 2,000,000 دارایی داریم. بعد میریم بله ببخشید من میونه کلامتون قطع شدم. ایشون اصلا اینا رو نمیخواد بیاره بیرون، میگه من فقط آخه اصلا به ایشون مربوط نیست. عجیب داستانه خانم عزیز. بله. مثلا مثل این است که شما برگردید بگید یه آدم اینه میخواد قبول کنه ما پسر 11 ساله، ما که اون بحث رو نداریم. بله. شما ببینید الان شما ببینید در نهایت کمدانی دارید با این موضوع برخورد میکنید. شما پرو هر وکیلی که بری حرف اولش این است که من اسست ایشون رو میخوام و اون در حقیقت نقدینگی که توی این هست. شما 7 تا خونه آپارتمان هرچی دارید، آخر کار جمع میزنن 3,250,000 دلار شما دارایی دارید. این عدد رو شما میخواید و این رو چه بحثی میخواید بکنید؟ قصه انصاف و اینا اصلا چه معنایی داره؟ آقای دکتر من میتونم یه چیزی دیگه بهتون صادقانه بگم؟ من به خاطر ترسی که راجع به این مسئله دارم که آیا این ازدواج شاید بتونه به هم برگره، چون ایشون به من الان به من گفته تو اگه بیای این پیش پرلیگال و این آفری که من دارم بهت میدم و امضا کنی، بعدش من حاضرم بیام با هم بریم تراپی، بعدش حاضرم مشکلاتمون کانسیدر بکنم که ما طلاق نگیریم، ولی تو این یه کاری که داری میگی رو فقط بکن، بعدش ممکنه من ریکانسیدر بکنم. این تنها چیزیه که باعث میشه من جلوگیری کنم از اینکه از طریق قانونی بخوام. خب شما چون اصلا نه واقع بینی نه عاقلی نه معقولی نه منطقی، این قبل هیچ تو زندگیتون بازنده اصلا مطلقا معنا نداره. عزیز من به شما بگم من از تو خوشم نمیاد، نمیخوام با تو زندگی کنم، میخوام برم، ولی اگر سر پولا اومدی از حق خودت گذشتی من برمیگردم. بله. خب بله چیه؟ خب بنابراین شما اگر دلتون میخواد با یه هم روانشناس صحبت کنید که کمی آگاهیتون کنه که این حرفای عجیب و غریب رو نزنید، هم با یه وکیل نه در جهت طلاق، در جهت اینکه حق و حقوق من چه هست. خیلی این موضوع روشن روشن عزیز، شما الان دارید در یه تاریکی کامل پشت فرمون نشستید با سرعت 50 مایل دارید میرید. خب معلومه در دیوار میخورید، معلومه میزنید تصادف کنید یا خودتون رو میکشید یا دیگران. خب شما هیچی نمیدونید، فقط همینجوری آمدید با یه لغت که اصلا مطلقا معنایی نداره و در آغاز گفتید فیر، اصلا هیچی. من نمیدونم این طلبکاره یا اون طلبکاره، بعدم نمیدونم 100 دلار طلبکاره یا 100,000 دلار، بعد شما میگید حالا فیر رفتار کنید. تو این بی اطلاعی ناآگاهی اصلا معنایی نداره عزیز. شما پرو هر کسی که برید با هر کسی که صحبت کنید
اولا مسائل با هم مخلوط نکنید. شما اگر برز من توجه کردید، من گفتم فرض رو بر این میگیرین که شما مسئله جداییتون حتمی و قطعیه. خوب، تازه هنوز یه قصه دیگری داره که حضانت بچه هست. این مورد اول. اگر فرض بر اینه که شما هنوز درباره جدا شدن و نشدن و حرفایشون و شرایطشون حرفی دارید، که اصلا این بحث معنایی نداره. اما اون چی که متاسفم مجبورم بگم، هر کسی به شما گفت بیا از حقوقت مالی بگذر تا شاید ما به توافقی از در احساسی برسیم، درست نیست. این یه بازی واقع بینانه نیست، مگر در موارد خاص و استثنایی که من اصلا شما حرفی تو اون زمینه نشنیدم. مثلا استثنایی که من را عرض میکنم، این که بگه من 100 میلیون دارم ولی 90 میلیون شما رو پدرمه، تو هم میدونی من میخوام این 90 میلیونی که مال پدرمه رو جدا کنیم، سر اون 10 میلیون با هم بحث کنیم. اون استثنا رو میپذیرم، در غیر این صورت اصلا معنایی نداره که تو اگر بیای از حقوق مالی خودت یا از اون چی که میتونی در ایالت کالیفرنیا بگیری بگذری، بعد من حاضرم بیام بریم تراپی که زندگی اونو درست کنیم. خب به هر حال ایشون یه نگاه و نظری دارند، من دلیل نمیدم حرفی بزنم. از 100 تا شنونده خوب و عزیز، 99 تاش هم میدونن معنای این حرفا چی. بله. شما این نمیدونید من چیکار کنم. نه من متوجه حرف شما میشم آقای دکتر، منتها اینکه این یه سوال دیگه ازتون دارم، آیا شما با این چیزایی که من براتون توضیح دادم فکر می‌کنین برگشت به این رابطه اگر که اتفاق بیفته عاقلانه هست؟ مثلا نمی‌دونم یعنی چی. مثلا نمی‌دونم رابطه شما چه هست عزیز. شما دارید به من می‌فرمایید که من پشت فرمون نشستم، رستم یه جایی، حالا سرعتمو کم کنم یا زیاد، برم به چپ یا برم به راست، به هیچ نمی‌دونم. بله. من فقط خواستم یه مقدار حبابای ذهن شما رو به هم بریزم، برای که واقعا تو حباب بود. اول اینکه دوستش دارم از این، و دوم اینکه ایشون گفتن ای مسائل مالی رو بگونه که من میخوام حل کنی، حالا میریم ببینیم میتونیم اختلافاتون رو با هم حل کنیم یا نه و به هم برگردیم. یا اینا هیچ ارتباطی با هم نداره. بله بله درست میفرمایید. بنابراین تنها توصیه‌ای که خدمت شما و ایشون دارم اینه که واقع بینانه، عاقلانه، مسئولانه، اخلاقی عمل کنید. شما فرزند دارید و ماجرای مالی رو میشه حل کرد، برای اینکه خیلی از اوقات قابل حل. مشهود بر این که حق خودمون و دیگران رو مشخص کنیم، بعد بگیم از این حقی که تو داری بگذر، نه اینکه بخوایم بگیم اگر یا مگر. نه، خیلی از آدم ها کنار میاد. من اینقدر اختلاف های زناشویی داشتم که طرف فرض کنید آخر کار گفته 100 دلار داریم، گفته 50 دلارش مال توه، برای تو بیا 20 دلار بگیر، بذار 80 دلارش پرو من باشه، بعد در جهت حضانت بچه و اینا، نه به خاطر زمانش، من این اون مثلا 30% اصلا میرسم به اسم پسر که غیر قابل برگشتم باشه. بنابراین تو 50% تو گرفتی، ولی تو که نمیخوای بیش از اینم احتیاج نداری، اون پول بزنیم مال بعد پسر، اصلا مسئله حل شده رفت. بله. منتها آقای دکتر ایشون من خیلی تهدید میکنن و میگن اگه بری پیش وکیل و این کار رو بکنی، من یعنی نمیذارم یه آب خوش اگل پایین بره. خب حالا اون دیگه، حالا پس ببینید، ما دیگه اینجا با انصاف و اینا روبرو نیستیم، با مهربانی و حل مسائل روبرو نیستیم، ما در یه جنگ و جدال روبرو هستیم. حالا اون انتخاب شماست که میخواید چیکار. بله درست میفرمایید. بنابراین اول بدونید واقعیت چیه، دوم بر مبنای این واقعیت بدونید حق و حقوق شما چیه، بعد از هر کدامش که خواستید بگذرید یا نهایت اون تصمیم و انتخاب شماست. ولی الان شما در مورد مسائل به طور کلی اونقدر آگاهی ندارید. بله متوجه هستم. بنابراین امیدوارم هر دوتا با حسن نیت و مهربونی این مسائل حل کنید، و چون فرزند دارید خیلی از اوقات این مسائل بدون هیچ جنگ و جدالی به راحتی قابل حل. من با صدها موردش روبرو بودم، و ولی شرطش اینه که یک واقع بین باشیم، دو عاقلانه و
من معقول و منطقی مسائل نگاه کنیم و بعدش هم حاضر باشیم صلاح و مصلحت هممون رو در نه تنها کوتاه مدت بلند مدت ببینیم. به هر حال مواظب